سرخط خبرها. درگیری های شدید در هرات. پروازهای میدان هرات لغو شد. وزارت خارجه آیت را برای تحقیق درباره اختطاف دختر سفیر افغانستان به پاکستان مفرستد. حضور جنگجویان خارجی در مناطق مرزی بدخشان با تاجیکستان. و اسماعیل خان به خط نخست نبرد با طالبان رفت. باید خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر ویدیو با ما بوده ویدیو را لایک کنید. وزارت خارجه آیت را برای تحقیق درباره اختطاف دختر سفیر افغانستان به پاکستان مفرستد. وزارت امور خارجه میگوید که قرار است هفته آینده یک آیت از افغانستان برای انجام تحقیقات مشترک در مورد قضیه اختطاف سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در اسلام آباد به پاکستان سفر کند. این وزارت روز پنجشنبه 7 اسد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که گزارش های طبی و سایر مدارک به دست آمده پیرامون قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد ثابت می کند که بانو سلسله علی خیل پس از ربوده شدن مورد شکنجه و خشونت جسمی و روحی قرار گرفته است. وزارت امور خارجه تاکید کرده است که هیچ دلیل نمیتواند وقوع جنایت را که بنابر گزارشات طبی و سایر مدارک موجود به اثبات رسیده است توجیه کند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است دولت پاکستان مطابق به میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی‌اش مکلف به تأمین امنیت نمایندگی‌های سیاسی و مسئولیت کامل دیپلمات‌های افغان و اعضای خانواده‌هایشان میباشد. از این رو وزارت امور خارجه خواستار تسریع روند پیگیری حادثه اختطاف، دستگیری فوری و مجازات عاملان این جنایت میباشد. این وزارت تأکید کرده است که روند تحقیقات تا اکنون تکمیل نشده است. و گفته وزارت امور خارجه هر گونه پیشداوری توسط مقامات پاکستان در این زمینه سبب خشم شدن احساسات مردم افغانستان شده و نگرانی ها را درباره شفافیت و اعتبار تحقیقات بیشتر می کند. این در حال است که عمران خان نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه 7 اسد در دیدارش با خبرنگاران افغان در اسلام آباد گفته است شواهد و اسناد به دست آمده خلاف حرفهای سلسله علی خیل را ثابت می کند. حضور جنگجویان خارجی در مناطق مرزی بدخشان با تاجیکستان. نماینده پیشین مردم ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان ادعا می کنند که جنگجویان خارجی در بخشهای مرزی بدخشان با تاجیکستان حضور دارند. با گزارش سپوتنیک به نقل از تولونیوس، فوزی کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان هشدار می دهد که اگر حضور جنگجویان خارجی در بدخشان طولانی مدت شود، تهدیدها در کشور افزایش خواهند یافت. حالا زمینه گشت و گذار و فعالیت جنگجویان خارجی از هر زمان دیگر بیشتر شده. با توجه به اینکه با ویژه مناطق مرزی و مناطق استراتژیک متاسفانه به تصرف طالبان در آمده. طبق گزارش منابع، جنگجویان تاجیکستانی در ولسوالی های کوف آب، شیکی، نسی، ماهی و خواهان ولایت بدخشان افغانستان به رهبری شریف اوف مشهور به مهدی ارسلان که شهروندان تاجیکستان از حضور دارند. این در حال است که جنگنده های روسی مستقر در قزاقستان برای شرکت در تمرینات نظامی ازبکستان و تاجیکستان که قرار است از تاریخ 5 الا 10 اگست برگزار شود وارد منطقه مرزی تاجیکستان افغانستان شدند. سرویس مطبوعاتی منطقه نظامی مرکزی در اعلامیه اعلام کرده است پرواز نخست جنگنده های پایگاه روسیه مستقر در قزاقستان فرودگاه در تاجیکستان منتقل شد تا به تاریخ 5 اگست در تمرینات 3 جانبه اشتراک داشته باشد. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: یکی از محافظان محمد اسماعیل خان امروز در جنگ با طالبان جان باخته است. آقای اسماعیل خان عملا در میدان نبرد حضور دارد و علیه طالبان می جنگد. همچنان به نقل از آماج نیوز، اسماعیل خان برای سازماندهی عملیات نیروهای مردمی به خط نخست نبرد رفت. محمد اسماعیل خان رهبر حرکت مقاومت مردمی به هدف سازماندهی عملیات نیروهای مردمی در ولسوالی های هرات به خط نخست نبرد در پل مالان رفته است. این در حال است که طالبان شب گذشته می خواستند
وارد شهر هرات شوند که با مقاومت نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی مواجه شدند. همچنان درگیری های شدید در هرات، پروازهای میدان هوایی هرات لغو شد. منابع غیر رسمی میگویند که به دنبال درگیری در اطراف شهرک صنعتی پروازهای میدان هوایی هرات لغو شده است. با گزارش اسپوتنیک، منابع غیر رسمی تایید کرده است که جنگ شدید در ولایت هرات باعث شده است تا پروازهای میدان هوایی هرات لغو شود. از نیمه های چهارشنبه شب طالبان حملات را در برخی مناطق اطراف شهر هرات انجام دادند. مقام های محلی هرات تایید می کنند که حملات طالبان در منطقه پل مالان با مقاومت نیروهای امنیتی قبضه شده است. در عین حال مقام ولایت هرات در خبرنامه اعلام کرده است که در نتیجه حملات نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی گذره 44 تن از طالب مسلح در مناطق پل مالان کشته و زخمی شدند. طبق خبرنامه دفتر ولی هرات، در ساحه سیوشان و بلان آب ولسوالی گذره بیش از 38 طالب مسلح کشته و زخمی شده است. این در حال است که منابع میگویند محمد اسماعیل خان رهبر نیروهای مردمی حوزه غرب کشور به منظور مدیریت جنگ در ساحل جنوبی شهر هرات به خط نخست نبرد رفته است. ایجاد یک کمیسیون برای انتقال ترجمان ها از افغانستان به امریکا. وزارت خارجه امریکا گفته است که برای انتقال افغانهایی که به نظامیان این کشور کمک کردند کمیسیون تشکیل داده شده است. با گزارش اسپوتنیک، آنتونی وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در مورد ایجاد کمیسیون در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اظهار نظر کرده است. وزیر خارجه گفته است: ما متحد به کمک به مترجمان افغان هستیم که پیش از 20 سال در افغانستان به ما کمک کردند. و گروه کاری در وزارت خارجه برای هماهنگی تلاش‌ها و تسهیل انتقال ترجمان افغان و خانواده‌های آنها به ایالات متحده آمریکا ایجاد کردند. وی خاطر نشان کرد که موضوع مستقر ساختن مترجمان افغانستان با کشورهای دیگر نیز در حال بحث است. وزارت خارجه آمریکا در مورد اینکه کویت با جابجایی افغان‌ها در پایگاه نظامی آمریکا در کشور موافقت کرده است یا نه چیزی نگفت. جو بایدن هفته گذشته گفت که اولین گروه از مهاجران تا پایان ماه می به خارج از افغانستان منتقل می شوند، اما مقامات دولت وای جزئیات این برنامه را اعلام نکرده است. عمران خان، پاکستان مسئول اقدامات طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیست. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است که پاکستان پس از خروج نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان نمی تواند مسئول اقدامات طالبان شناخته شود. او افزوده است که دولت او سخنگوی گروه طالبان نیست. روزنامه پاکستانی گفته است که نخست وزیر این کشور پنجشنبه هفته اسد در نشسته با خبرنگاران افغانستان این موضوع را مطرح کرده و گفته است تنها چیزی که ما می خواهیم صلح در افغانستان است.